بچه این ویدیو به هیچ عنوان کلیک بیت نیست. اگه واقعا کلیک بیت بود اصلا دیگه ویدیو هم نکنم. همین الان دارم یعنی یه چیز مطمئنیه، خبر رو از چند جا آوردم، مطمئنیم بچه هممون توی بازی یه چیز جدید اضافه شده مخفیه که قرار گان لژند بهتون بده. حالا کامل بچه ها دونه دونه توضیح میدم، کامل ترین توضیح. یعنی بچه ها واقعا 30-40 تا ویدیو، نه 30-40 تا دروغه، خدای بچه ها 10-15 تا ویدیو کامل نگاه کردم، یعنی دیگه پاره شدم که مطمئن شم که آقا این چیه، این قضیه اصلا اومده تو بازی، این قضیه مخفیه چی همه دارن میگن. تا اینکه بعد از پیگیری های این ور و اون ور سایت های میگم سایت پیج های خارجی اینا فهمیدم بچه ها قضیه دقیقاً از چه قراره، این گان لژند اصلا چرا به بازی قرار اضافه بشه، چیه کلا چیه قضیه. سلام بچه ها، دورون کلاتون بگردم بچه ها، یه سری خبرهای جدید دارم. اولا که ادیتور اون بچه ها داره میره مسافرت، حدودا 1-2 هفته دیگه برمیگرده، پاش بخوره برگرده خونه بچه ها، یعنی یه کمربند بهش میکشم بشینه کجا پای ادیت، کانال دوم شروع میشه. یعنی ما حد اکثر تا 2 هفته دیگه کانال دوم شروع میکنیم. سات خبر یک، این سورپرایز یک. سورپرایز دوم بچه ها در مورد گان لژندری رایگان. بچه ها رایگان که چه عرض کنم، ببین رایگان یک قرون حتی یک سی پی نمیخواد خرج کنی، ولی قرار نیست به هیچ عنوان خز بشه. حالا بهتون میگم اصلا قضیه از چه قرار. بچه ها یادتونه یه دونه گست قرار بود به بازی اضافه بشه؟ بچه ها اینجا بچه ها اول این بهتون میگم نکنین، اینو کامل توضیح میدم. می توی بخش بازی، خب اون بالا دست چپ دیدید رنگیتون رو زده، مثلا رنگ من زده 8300، خب بزنید روی رنگی صفحه باز میشه. اینو تو کامنت ها ازم پرسیده بودین، همه تو مونده بودین توش که این چیه. اون بالا دست راست زده نکنین چه نوشته بلومین بلک، خب نوشته SE1 years 2023 بلومین بلک. رو اون بچه ها که بزنید یه صفحه باز میشه، اینجاست که قضیه جذاب میشه. با سه تا گزینه داکیومنت داریم، الایت میشن ریوارد داریم، ریداکس استور هم داریم بچه ها. اینجا یه استور جدیده که قراره به بازی اضافه بشه، ولی هنوز این استور که خودتون میدونید یعنی این فروشگاه هنوز در دسترس قرار نگرفته، نمیتونید با سی پی ازش خرید کنید. سبک خودشو داره برای اینکه بتونید ازش خرید کنید. چیزایی که باید خرج کنید اونجا بچه ها خیلی از سی پی با ارزش تره. حالا بهتون میگم قضیه چیه. فقط بچه‌ها یه چند تا نکته ریز بهتون بگم نکنید بچه‌ها. یکی از باهوش‌ترین دیولپرها رو علاوه هوشی بخوام بهتون میگم، خب یعنی من تو عمر من هر بازی بگی بازی کردم بچه‌ها، دیولپرای اکتیویژن فوق‌العاده باهوشه. یعنی مثلا شما بهتون بگم زمین مون درست کنم بهتون بگم بچه‌ها اینا، یعنی اگه بخوان یه چیزی رو به بازی اضافه کنن کامنت‌های یوتیوبرها رو میخونن، کامیونیتی‌ها رو نگاه میکنن، چه میدونم ریدیت رو نگاه میکنن، همه چیز رو در نظر میگیرن بچه‌ها. حالا بذار اینجا نکنید بچه‌ها، این سه گزینه ای که اضافه شده بچه ها، اولی دومی سومی نه، اولی بچه ها داکیومنت بچه ها میخوام اول فقط بگم چجوری کالک کنین، چجوری گانا رو بگیرین. اوکی این اولین قسمتشه سیزن یک بچه ها. اینا دونه دونه هست، خب اینا روی هر کدومش که بزنی اینا کن یه صفحه بازش. من این دوتا رو انجام دادم، اونا بعد دونه دونه باید، یعنی مثلا نمیشه یهو بری آخریو، هر کدوم رو انجام بدی بعدیش باز میشه. نگم من اینو انجام بدم، اینی که انجام ندادم الان اینجاست، بزنم روش نکنیم جورش می نیست با چیکار کنم. 10 تا بچا بازی مولتی پلیر با تو رنگ بازی کنم، 5 تاشم باید ببرم، یعنی 10 تا بازی میکنیم 5 تا وین میکنی، این مرحله رد میشه. تو این قسمت بچا بازی بهتون توکن میده، اوکی؟ یعنی اینجا فقط توکن میگیرین، شما یه توکن نیاز دارین با یه چیز دیگه. حالا من جلوتر بهتون میگم بچا، نکنه اینو تا قبلی نرم بعدی بهم میده. حالا بچا یادتونی یه گست بچا چیز قرار، یه گست چی بود اسم شما بگین، یه گست چی بود اسمش، خدای رباتی، یاد گست رباتی قرار بود به بازی اضافه بشه بچه ها. گست رباتی واقعا قرار بود به بازی اضافه بشه، اکتیویژن کنسلش کرد. یعنی یادتون باشه همه اون چیزایی که میخواست چیز کنه، یه چیزایی که قرار بود مثلا شما خرج کنین برای گرفتن گست رباتی بچه ها، همشون چی شد؟ اب بین رفت، یعنی اصلا نفهمیدیم چی شد. اوکی بچه ها این دومین چیزی که تو این ستا داریم، نکنین تو این ستا دومیو که میزنین یه سری مراحل اینجا باز میشه، نکنین برای چند تا سیزن، هر سال هم بچه ها اینا کلا پاک میشن، یعنی شما تو یک سال میتونین استفاده کنین. نکنین 1 و 2 و 3 و 4 آره هر سیزن داره. این پایین بچه ها ما کروهونا ویپن کریت رو داریم، یعنی یه کریت اسمش کروهوناست، حالا به کنار اون کریت یه استور هم دوباره به بازی اضافه میشه. این کروهونا است نکنیم چه که نوشته unlock in 23 S6، یعنی توی سیزن 2023 باز میشه. حالا چرا همین الان باز نشده؟ خیلی واضحه، اکتیویژن بچه ها سری قبلی که ما اومدیم مثلا گفتیم گست مثلا روباتیک اینجوری میخوایم به دست بیارین، خب خیلی ها توی کامنت ها اومدن گفتم امید این خز میشه، چرا لژندری اینجوری کردن دیگه، اگه یه لژند باشه قرار باشه همه داشته باشنش بشه درد میخوره. اکتیویژن بچه دونه دونه میگیره کامنت های نه منو، خیلی ها رو میگیره میخونه، همه رو میگیره میخونه که ببین آقا اصلا یه حرکتی که میخوام بزنم اگه قرار باشه پلیر ناراضی باشه میشه درد. خب گست رباتیک بچه سر همین قضیه خز شدن کنسل شد.
اکتیویژن ببین دیگه، من خودم من خیلی یوتیوبرای دیگه همه گفتم آقا میومدن میگفتیم با یکم اسکین لجن بده، مثل همون چی اسمش، مثل همون ری چیز شما بگید، مثل ریجن چین، ریجن چین حالا بچا فکر کنم 4 5 تا گان لجندری رایگان داده، 4 5 تا اکتیویژن اومده حالا بچا میخواد تو این سرور خودمون این کارو کنه، چه جوری میتونین گان لجندری رایگان بگیری بچا؟ فوق به هم میشه گفت آسونه، هم میشه نه آسون نیست خدای سخته بچا. نکنین شما اول اون توکن ها رو باید به دست بیارین، خب کنارش به خاطر همین بچه این گانه خز نمیشه، به دو دلیل خز نمیشه، یکی اینکه الان باید یه چیزایی رو جمع کنین که بعدا ازش استفاده کنین، این دلیل اوله. دلیل دومی که بچه خز نمیشه اینه که سخته. حالا بریم سراغ اینکه چجوری اصلا بتونین گانه لجندی که میاد بچه گانه لجنده به اولین چیزی امکان 95% انفور لجندریه، انفور لجندگی خیلی وقت تو بازی بوده، تو ریجن هند، تو ریجن چین فکر کنم به بازی اضافه شده یا قراره به بازی اضافه بشه رایگان، توی ریجن خودمون قرار اینجوری بدنش. امکان 95% گان لجندی که قراره بگیرین همون انفور لجندری، همون کوروهاما چی اسمش اینو زده کریته، اون گان لجندری است. چجوری قراره بگیرینش بچه ناکو؟ اینجا توی دومی ناکو اینجا زدن ناکو، اول اینجا که الایت میسناست که بچه ها میرین، خب توی دومی میزنین که آقا این توکن های ناکو لجندری مدال باید بگیر ناکو. بچه ها دوتا چیز، اولی که مال میشین اون مال اون یارو داکیومنت ها بود که دوندونه میرفتی آسون بودن، خب اونا رو میرفتی توکن بهت میداد. دومین چیزی که باید به دست بیاری بچه ها لجندری مداله. اینجا هر کسی نگاه کرده اطلاعات اشتباه میدن، 6 تا باید مدال میتونی بگیری اینجا. اینجا بچه ها کلن خب تو بهترین حالت شما دوتا مدال بتونی بگیری، طرف خیلی گاد باشه بچه ها 4 تا مدال، یعنی تهش 4 تا مدال لجندری میتونید بگیرید با ترکیب مدال های لجندری که میگیرید با هر چقدر توکن گرفتین، خب جایزه های بهتری میتونید بگیرید. اوکی حالا مدال لجندری چجوری میگیریم بچه ها؟ این اینجاش کتاب، اینجا مثلا جای آسون میشه بچه ها. اگه رنگ بتلتون رو بچه ها لجندری کنید، رنگ بتلتون یه دونه مدال لژندری میگی، یعنی یه مدال بهتون اضافه میشه تو این قسمت که میتونید برین خرجش کنید. اوکی مثلا به اون مثلا ما چجوری سی پی داره میرین خرج میکنید، اینجا یه دونه مدال میگیر. اوکی توی مولتی پلیر هم لژند بشی اونم یه مدال دیگه بهت میشه، این دو مدال، یعنی شما مثلا اگه پلیری باشین بتونین رنگ اون لژند کنین دو مدال میگیری، شدنیه تا اینجا. اوکی مدال سوم که بازم شدنیه به نظرم ولی یکم یه مقداری سخته، یکم تیمینا میخواد، اینه که بچه‌ها برید جزء 5000 بری توی رنگ جز 5000 نفر اول بازی. سخت‌تر میشه قطعاً ولی اگه همین الان شروع کنید، خب چون که این قضیه رو اصلا خیلی ها توضیح ندادن کار آسونه، ولی سیزن بعدی که لو بره که جز 5000 نفر بشی بهت گان لجند میدن دیگه، چی میگن رنگ میشه روانی بازی دیگه، مگه میشه بری جز 5000 نفر؟ فکر کن تو کل دنیا الان ما میلیونی پلیر داریم، همه میخوان برن جز 5000 نفر گان لجند رایگان بگیرن، دیگه خود تا آخر قضیه رو برو جز 5000 نفر چقدر سخته. یعنی همین شمایی که ویدیو من الان این ویدیو قراره 50000 تا ویو بخوره، سیزن بعدی حداقل 10000 تاشون میرن که برن جز 5000 تا، یعنی شما 40000 نفر دارین رقابت میکنین. ولی اگه بچا همین الان شروع کنید برید جز 5000 نفر چی توی مولتی چی توی بتل، یه دونه دیگه بتونید از اون مدالا میده، اینجاست که قضیه جذاب میشه به نظر من. اگه شما 3 مدال داشته باشین میتونین گان لژندری رو بگیرید، حالا 4 مدال داشته باشین چی میخواد بهتون بده نمیدونم. اگه توی بتل خب توی بدرنگ که بتل جوی این جزء 5000 نفر یه مدال میگیرید، اگه توی مولتی هم برید تو همون سیزن، مثلا توی همین سیزن بتونید برید توی جزء 5000 نفر دوباره یه مدال دیگه میگیرید، یعنی توی یک سیزن توی هر دوتاش جزء 5000 نفر باشید. بچه شدنیه، حالا چجوری شدنیه این قضیه؟ تنها راهش اینه که بچه اول سیزن که استارت میشه سریعا خودتون رو توی مولتی پلیر بچه اون اولا که شروع میشه آسونه همون اولین روزش، خب سریع اونجا روز اول زیاد بازی کنین، خب یا چون که چند سیزن دیگه اون داریم حداقل برای سیزن دیگه اونجا خودتون رو بنازین تو 5000 اول، یعنی تو روز اول میشه اصلا روز اول که رنگ ریسید میشه انقدی بازی کنین و قوی بازی کنین خب که همونجا برین توی 5000 نفر مولتی سریع یه دونه مدال اونجا بگیرید، بعد بیاین توی بتل. یعنی خیلی آسونه روز ببین 5000 نفر هیچی نیست، 5000 نفر شدنی برای پلیر عادی یا یه تیم عادی، یه تیم عادی داشته باشی روز اول که رنگ ریسید میشن جز 5000 نفر راحت میشه بری. یعنی الانم اگه شروع کنین میتونین برین جز 5000 نفر، هیچی نیست، تیمایی که زیاد بازی میکنن با هم دیگه راحت مولتی میرن جز 5000 نفر. بعدش هم توی بتل یکم باید تلاش کنین با تیم تو مولتی پلیر بازی توی بتل بازی کنین، آلکاتراز نومیا قشنگ بازی کنین، اینجا هم برید جز کجا 5000 نفر. یکم سخت به نظر میاد چیزایی که مورد نیازه باشه، یه تیم میخواین
کلوکی کارت ببین رندوم هم میشه کارو کرد ولی دهنتون سرویس میشه خدایی. جزء 5000 نفر من چون مولتی به نظرم بچا اولام رنگ مولتی پلیر رو 5 جزء 5000 تا بریم چون که اونجا اولش بخوای ببین جزء 5000 تا آسونه ولی بعدن کم کم سخت‌تر میشه. همیشه رنگ مولتی اینجوری بوده هرچی دیرتر بخوای رنگ تو بری بالا سخت‌تر میشه برای اینکه بری تو 5000 نفر ها. چون رنگ ها مثلا تو دیر شروع کنی یهو ببینی رنگ مثلا نفر 5000 شده خدا 1000 تا حالا تا به اون برسی بیا بازی کن حالا ولی روز اول خیلی راحت میتونی بگیشون توی بعد برای میگم بتل رو بعدن شروع کنین چون بتل بچا مثلا آلکاتراز داره تیم تو بعد آلکاتراز اصلا کنار آلکاتراز بتل بچا کلا یه بخواد بری توی رنگ اینجوری نیست خیلی فوق العاده مهارت بخواد بیشتر بچا اینو میطلبه که با تیمت هماهنگ بازی کنی بدونی چی کار داری میکنی مثلا چه میدونم همتون نشستین به هم یهو وایپ بشین چه میدونم یه حرکتای خاصی باید بزنیم مثلا مغز بازی باید بیشتر استفاده کنی اوکی ولی مولتی بیشتر روی مهارته خیلی بیشتر روی مهارته مغز بازیش کمتره بتل با مغز بازی و هماهنگی تیمی خیلی بهتر میشه رفت توی چیز اینم از این. حالا توی سیزنای بعدی بچا این گرد این چیزه میاد گان لژندری میاد شما راحت میتونیم این توکنا رو مثل سی پی خرج کنین و گانو بگیرین. من که الان بهتون گفتم از الان بچا شروع کنین همینجوری که بهتون گفتم میگم اکتیویژن اون گسته رو که حتی بچا اسکینش هم ساخت یعنی اسکین گسته چیز بچا سیزن بعدش اومد ولی آوردش توی کریت چرا چون که پلیرا همه شاکی شده بودن ببین ویدیو کامنتای ویدیو من ناگهانی همین بودن این چیه قرار همه بگیرن بعضی‌ها راضی بودن ولی خیلی‌ها ناراضی بودن یعنی اکتیویژن دوست نداره مثلا 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 اینه من به تو خب میام یه خانواده 10 نفر توی خانواده است به همه‌شون یه دونه سیب میدم از این خانواده 10 نفره 9 تاشون میگن این چیه به هممون دادی باید به اونایی که همه بهتر بودن میدادی خب مثلا من میگم خب چرا بهتون بدم میشینم فکر میکنم به جای اینکه به همتون بدم به بعضیاتون میدم بعد میبینم همتون خوشحالی میگم باشه خب این کارو میکنم الان اکتیویژن دقیقاً همین اتفاق افتاده بچه‌ها براش اینم از توضیحات کامله چی میگن؟ توضیحات کامله کروماکی. حالا بچه ریداکس بچه شما اینجور نباشه بگیم من لژندری نمیتونم برم یا اگر حتی من اوداشو میدیم نمیتونم لژندری برم مثلا من اینقدر بازی نوبه نمیتونم بچه با یه تیم عادی داشته باشین حتی اصلا لگ خالص هم باشین توی بتل کمپ بند کنین آینی بریم بخوابین رو زمین کمپ کنین واقعا میگم بچه با کم کردن میشه رفت جزء 5000 تا حاضرم قسم میخوام اگه یکی کسی بهم یه پولی بده بگه داشون این سیزن رو کم کن برو جزء 5000 تا به خدا با خواب حتی جزء مثلا بچا 2000 تا 1000 تا میشه رفا کم کرد یعنی قشنگ هر کدومتون بخوابه اصلا بدون گان بچا میشه برف لیدر برد توی بتل اینجوریه توی مولتی اینجوری نیست تو مولتی مثلا کلا نقشه کوچیک 5 نفری خب 4 نفری بخوابین زمین اونور میام میزنتون تمام میشه یو میبازیم بازی مولتی باید وین بشه ولی بتل اینجوری نیست بتل نقشه بزرگی داره هر کدوم میتونه یه گوشه نقشه بخوابین ها به خدا میگم بچه جز 100 نفر هم میریم اینجوری بهتون میگم یعنی با کم کردن ها یعنی اصلا لگ خالص بود من دیدم بچه ها پلیر مسعودینا یادشونه ما یکی دو تا پلیر میشناختیم من و مسعود و مسعود میفهم بشه سپانیشر اصلا این دو تا پلیر بچا ما میدونستیم مثلا میرفت لیدر بردی بودن اینوایتشون میکردیم میرفت یه گوشه نقشه میخوابیدن میگفتم چرا اینجوری میکنیم میگم ما همیشه اینجوری میریم لیدر برد شما دیگه یعنی خندمون میگیره توی بتل میشه ولی توی مولتی بچا خیلی سخت تره یعنی اصلا امیدتون از دست شدنیه یه تیم درست هم داشته باشین زیاد نمیخواد خودتون اصلا حتی کمپ هم کنین یه تیم درست مغز بازی داشته باشین الکی نشستین به هم یه وایب بشین یکیتون بره جداش سه نفر دیگه بازی جمع کنن یکم با هم دیگه همکاری کنین و بازی کنین راحت جزء 5000 تا میین و میتونین گان لژند هم بچا بگیرید یه گان لژند خاص میشه کمپ فقط 5000 تا تو کل جهان میتونه داشته باشه هر سیزن اینجوری میشه بچا مرسی که ویدیو دیدین عاشقتونم بچا مراقب خودتون باشین تا ویدیوهای دیگه یادم خبر خوب براتون دارم بای بای.